سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. یه مدتی بود که درگیر این بودم که قدرت کارت گرافیک های سری MX چقدره. شرکت انویدیا چند مدل کارت گرافیک داره با اسمهای مختلف توی بازار هستن، مثلا مثل همین MX، GTX، RTX و حالا سری مختلف کوادرو، ولی سری MX که حالا خب یه مدل خیلی ارزون تر از همه هم هستش، ولی خب به هر حال یه کارت گرافیکی که جدایی از گرافیک خود CPU داره استفاده میشه. بخاطر همین همیشه کنجکاو بودم که این کارت گرافیک چقدر قدرت داره. بخاطر همین تصمیم گرفتم که توی این ویدیو براتون تستش کنم. اما واسه این که بتونیم گرافیک MX رو تست بکنیم، حتما ما یه لپتاپ داشته باشیم که کارت گرافیک سری MX داشته باشه. بعد اون لپتاپی که باید کارت گرافیک MX داشته باشه، خب بچه ها، لنوو آیدیاپد 3 اول آنباکسش بکنیم و بعد بریم سراغ این که از کارت گرافیکش تست بگیریم، یه رندر بگیریم. من یکی از پروژه‌های پریمیرم رو تست میکنم روش. البته باید یه لپتاپ دیگه هم کنارش باشه که روی اون هم تست بکنیم و سرعتشون رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. خیلی فوری بریم سراغ جعبه لنوو آیدیاپد 3. ببینیم که جعبهش چی رنگش یه پترن خط داره، نمیدونم شاید توی دیدی نشون داده نشده، اما نزدیک بگیرمش نسبتا باریکه، ولی از S540 که خودم دارم باریکتر نیست. نرش کردم. خب همونجوری که میبینید که البته شما نمیبینید روشن هم شد. خب هم شد. نمیدونم تا آخر صفحش هم مثل اسم سده چهره تا آخر تقریبا باز میشه. همونطور که میبینید اینتل کورای 5 نسل 11 دو گیگ گرافیک MX 330 350 ببخشید و گرافیک اینتلش هم سری آیریس هستش، یعنی همون گرافیکی که الان روی سرفیس های پلاس و سرفیس 7 و کلن اون سری داره استفاده میشه و 256 SSD. یکی از ضعفایی که این مدل لپتاپ داره و حالا لنوواهایی که تو این چند ماه وارد بازار شدن، اسکرین این لپتاپ ها IPS نیستش، اینا TN پنل هن که خب متاسفانه زاویه دید دارن، بخاطر همین یک نقطه ضعف محسوب میشه. و اینکه اینا بهتون بگم بچه ها، اینکه TN پنل ها بیشتر واسه گیمینگ استفاده میشدن، الان دیگه از IPS استفاده میکنن چون IPS تونسته نرخ ریفرش رید تصویرش رو بالا ببره و به 120 و 144 هرتز برسونه از 160 هرتزی که همیشه بوده. به خاطر همین دیگه از TN واسه گیمینگ هم استفاده نمیشه و من میدونم که TN هم همین الانش منسوخه، ولی خب توی سری جدید لنوو داره از
تیم پنل استفاده میکنه، زاویه دید داره، ولی خب نرخ تبادل تصویر بیشتری نسبت به آی پی اس میتونه داشته باشه، ریفرش ریتش بالاتره. بعد تمام نکاتی که در مورد لپتاپ هم میگفتم همینا بود، چیز خیلی خاصی نداره، ولی من باید روش یه دونه ویندوز نصب کنم و بعد بذارمش کنار یه دونه گرافیک سری جی تی ایکس و اونجا رندر بگیرم و جفتشون تست بکنیم ببینیم که سرعت سری ام ایکس به نسبت سری جی تی ایکس چقدر و چجوری است. خب بچه ها همه چی آماده است، من کار نصب ویندوز و پریمیر پرو این لپتاپ انجام دادم، پروژه هم روش لود کردم، الان همه چی آماده است که تست کنیم ببینیم که کدومی که از این دوتا سریع‌تر میتونن رندر بکنن. هر دو تا پروژه یکسان هستش و کرای 5 نسل 8 4 گیگ گرافیک سری جی تی ایکس 4 گیگ گرافیک جی تی ایکس 1650 مکس کیو دیزاین و گرافیک انویدیا ام ایکس 350 با آی 5 نسل 11. فقط کافیه که اینتر بزنم ببینم کدومشون سریع تر این کار انجام میده. اوه اینتر این نگرفت. اون چند ثانیه ای که روی این لپتاپ سریع تر شروع شد و کم میکنیم ازش تا در نهایت نتیجه درست به دست بیاد. من این قسمت رو فست فوروارد میکنم، برمیگردم ببینیم که چجوری است. خب رفقا همونجوری که دیدید من نذاشتم رندر تا آخر بره به خاطر اینکه وقت ویدیو خیلی گرفته نشه، در حد همون 50% رندر رو قطع کردم. همونجوری که دیدید ما با انویدیا جی فورس MX 350 تونستیم تقریبا تا 55-60% بدون گرافیک به نسبت خوب رندر بکنیم. من به این نتیجه کلی رسیدم که واقعا کارت گرافیک خوبیه. حالا این 350 بود، سری MX 130 150 230 250 و 330 و 350 ش رو من دیدم که هستش. حالا ممکنه سری های دیگه هم باشه که من نمیدونم، ولی واقعا نتیجه خوبی ازش گرفتم و از این به بعد دیگه میدونم که میتونم با یه دونه کارت گرافیک سری MX کارهای گرافیکی هم انجام بدم، نه در حد خیلی سنگین ولی در حد معمول کارهای یوتیوب. خیلی خوب جواب میده و ممکنه که نهایتا تایم رندر شما مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر بشه، ولی جواب میده، بهتر از گرافیک اینتل هستش به نسبت، ولی خیلی واسه تو معجزه نمی کنه. در نهایت مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. لطفا فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعدی بدرود.